به ادامه خبرها خوش آمدید در مورد واکنش های منطقی و جهانی در رابطه با کشته شدن حکیم الله محسود رهبر تحریک طالبان پاکستان که در حمله هواپیماهای بدون سرنشین ایالات متحده آمریکا کشته شده است گفتگوی بیشتری داریم با, هم با, همکارم ناصر عزیزی مسئول خبرهای خارجی شبکه جهانی تولو نیوز آقای عزیزی خیلی خوش آمدین به بحث برنامه میشه در مورد واکنش در مورد کشته شدن حکیم الله محسود که ابتدا واکنش های منطقی و خصوصاً با کنش خود پاکستان در رابطه چیست؟ با تشکر فراوان از شما صدف امیری سلام خدمت بینندگان عزیز شبکه جهانی تلو نیوز آه دقیقا آه تا به حال یعنی خبر کشته شدن حکیم الله محسود رهبر تحریک طالبان پاکستان آن هرچند از طرف تحریک طالبان و همچنان آن برخی از منابع امنیتی در پاکستان تایید شده اما این خبر از طرف ایالات متحده آمریکا تا کنون تایید نشده و ایالات متحده آمریکا گفته که اگر این خبر درست می باشه یعنی کشته شدن حکیم الله محسود درست می باشه دقیقا این یک ضربه بزرگ به تحریک طالبان پاکستان در کمتر از یک ماه هست چون بیشتر از اون ما شاهد از این بودیم که لطیف الله محسود یکی از فرماندهان بلندپایه تحریک طالبان پاکستان در قلمرو افغانستان از سوی نیروهای آمریکایی بازداشت شد و یعنی به تازگی در حمله هواپیمای سرنشین ایالات متحده آمریکا حکیم الله محسود آماج آماش قرار میگیره و موتر حاملش یعنی چهار موشک هدف هدف چهار موشک قرار میگیره دقیقا آن یعنی ای یک ضربه بزرگ به تحریک طالبان پاکستان است چون تحریک طالبان پاکستان و همچنان آن حکومت پاکستان و تازگی گفتگوهای صلح اونا آغاز کرده بودند و تلاشایی وجود داشت که یعنی هر دو طرف حاضر, شده بودند که گفتگوهای صلح آغاز کنند اما با وجود تلاش که یعنی ادامه داشت داشت در حمله هواپیمای بی سرنشین ایالات متحده آمریکا بر وزیرستان شمالی شام دیروز یعنی شام روز جمعه حکیم محسود با چهار تن از هارش که دو نگهبانش هم است از در این حمله آماج قرار میگیره و جانش از دست میده و امروز قرار است که یعنی مراسم تشیه جنازیش در وزیرستان شمالی اما در یک مکان نامعلوم صورت بگیره بله حالا در پاکستان گمانزنی ها بر چیست؟ بگونه مردم میگن که ایالات متحده امریکا گفتگوهایی را میان تحریک طالبان پاکستان و حکومت پاکستان کلا اونا آماده گفتگوها بودن سبوتاش کرده. به چی منظور این حرفا مطرح میشه؟ در حال حاضر انتقاد های زیاد متوجه ایالات متحده امریکاست از جانب پاکستان در داخل پاکستان هم, هم بانو امیری یعنی امروز شمار زیاد از شهروندان پاکستان از کشته شدن حکیم محسود رهبر تحریک طالبا انتقاد کردند و گفتن که ایالات متحده آمریکا با چنین کارش حاکمیت پاکستان نقص کرده و همچنان آن وزیر داخلی پاکستان به تازگی گفته که یعنی ایالات متحده امریکا روند صلح در پاکستان با انجام این حمله که به کشته شدن حکیم محسود منجر شده یعنی برهم زده و نباید که بیشتر از این یعنی حاکمیت پاکستان توسط حمله های هواپیما ها های بی سرنشین ایالات متحده آمریکا نقض شود اما با وجود از این هم این انتقادها ها یعنی بار نخست نیست که از جانب پاکستان صورت می گیره. در گذشته ها هم انتقادهای های زیاده در پیوند با حمله های هواپیما ها های بی سرنشین ایالات متحده آمریکا وجود داشت اما ایالات متحده آمریکا به با این باور است که بخشای قبایلی پاکستان با ویژه منطقه شاد در وزیرستان شمالی به پناهگاه امن جنگجویان طالب و القاعده مبدل شده و یگانه راهی که میتونه اونها را شکست بده و نابود بسازه به کارگیری از حمله های هواپیماهای های در بر ای بخشا است بله. حالا حکیم محسود در زمان کشته میشه که چند قبل نخست وزیر پاکستان در گفتگویی که با باراک اوباما داشت خواستار توقف حمله های های بدون سرنشین ایالات متحده آمریکا شد آیا فکر میکنین و گمان ها بر چی است که بعد از انجام این حمله هواپیمای بی سرنشین و کشته شدن حکیم محسود که بگونه صدمه وارد کرده در گفتگوها میان تحریک طالبان پاکستان و حکومت پاکستان در روابط واشنگتن با اسلام آباد هم تغییرات رونما خواهد شد و در روابط تحریک طالبان پاکستان با خود پاکستان چی؟ طالبان پاکستانی به تازگی اونا واکنش نشان داده که یعنی انتقام میگیرن از حمله که صورت گرفته اما با وجود تمامی انتقادهایی که از جانب پاکستان یعنی بگونی آم وجود داشته برخی از گزارش ها میرسانه که یعنی در بگونی پنهانی ارتش پاکستان یعنی با ایالات متحدی آمریکا اونا توافق کرده بودند که باید حمله های ها و های بی سرنشین صورت بگیرند و یعنی با او حد گمان نمیره که کشته شدن حکیم الله محسود بتانه کاملا بر روابط میان پاکستان و ایالات متحده امریکا یعنی اثرگذار باشه و تاثیر بیش از حد داشته باشه انتخابات ها از گذشته ها تا به حال از جانب پاکستان وجود داشته اما این انتقادها جای را نگرفته نه تنها که پاکستان بلکه سازمان اف بین الملل دیدبان جهانی و قبشر هم از حمله های هواپیماهای بی سرنشین امریکا بر بخش های قبایلی پاکستان و همچنان یمن که به کشته شدن غیر نظامیان انجامیده اونا انتقاد کردند و پاکستان افزون به ای که یعنی ادعا می کنه که حاکمیتش نقص میشه در حمله های ها و های بی سرنشین ایالات متحده آمریکا، ها دومیشی است که یعنی این حمله ها بیشتر غیر نظامیان جانهایشان از دست می تن. اما گزارش ها و ریپورت هایی که ما داریم تا به حال یعنی بیشتر در حمله های ها و های بی سرنشین ایالات متحده آمریکا، مقام های بلندپایی جنگجویان طالب و القاعده آماج قرار گرفتن و کشته شدند و بیشتر از یعنی که حکیم الله محسود آماج حمله هواپیمای بی سرنشین ایالات متحده آمریکا قرار بگیره ولی الرحمان مرد شماره دوم تحریک طالبان هم در حمله هواپیمای بی سرنشین ایالات متحده آمریکا کشته شد و جانش از دست داد و با وجود تمامی انتقادهایی که یعنی از جانب پاکستان وجود داره امریکا با این باور است که یگانه راهی که میتونه جنگجویان طالب و القاعده به ویژه تحریک طالبان پاکستان که در بخشای قبایلی اونا آزادانه فعالیت میکنن اونا را شکست بده و کارگری از حمله های هواپیما های بی است اما حکیم کشته شدن حکیم الله محسود بود نمیتونه که کاملا یعنی روابط دیپلماتیک میان ایالات متحده آمریکا و پاکستان بر هم بزنه چون پاکستان هم یعنی وابستگی های زیادی داره بر و ایالات متحده آمریکا و به شکل ایالات متحده آمریکا هم در منطقه برخ از وابستگی هایش به پاکستان داره و روشن نیست که یعنی اقدام بعدی پاکستان در برابر حمله های هواپیما ها های بی سرنشین چی می باشه اما در حال حاضر حکومت پاکستان و همچنان شهروندان ای کشور از کشته شدن حکیم الله محسود اونا انتقاد کردند و گفتند که حمله های هواپیما ها های بی ایالات متحده آمریکا نه تنها که ایبار حاکمیت پاکستان نقص کرده بلکه روند گفتگوهای سال حرکت به تازگی آغاز شده بود میان تحریک طالبان و حکومت پاکستان یعنی این روند سبوتاش کرده یا برهم زده بله آقای ازدی تالا مشخص شده که چی تعداد در حمله های هواپیما های بی سرنشین ایلات متحده امریکا در بخش های قبایلی کشته شدند؟ بانو امیری حمله های هواپیما های بی سرنشین ایلات متحده امریکا دقیقا در سال 2004 در پاکستان راندازی شد و پایگاه شمسی که حمله های هاوپایما های بی این هم در قلم و پاکستان وجود داشت و یعنی از پایگاه شمسی حمله های هاوپایما های بی اداره می شد از او زمان تا به حال ادامه داره و گزارش های تایید ناشده یعنی حکومت ایالات متحده آمریکا تا به حال یک هیچ تایید نکرده می که از آغاز دو از سال 2004 تا به حال در حدود 3000 تن با شمول مقام های بلندپایی جنگجویان طالب و القاعده در حمله های هواپیما ها های بی سرنشین کشته شدند و جانهایشان از دست دادند بله حالا در مورد تحریک طالبان پاکستان که قرار بود با حکومت پاکستان هم اونا گفتگوهای خود را آغاز کنند آیا جانشین برای حکیم الله محسود تعیین شده دنبال کشته شدن حکیم الله محسود امروز نشست میان گروه های طالبان در پاکستان ادامه داره و اونا در تلاش ازی هستند که باید از کسر به عنوان رهبر تازی تحریک طالبان پاکستان معرفی کنند و گفته شده که در حال حاضر یعنی یک گروه از طالبان که در وزیرستان هستند اونا خان سید سجنا به عنوان رهبر تازه معرفی کردند اما از طرف یک گروه دیگی از تحریک طالبان آن که یک شاخی از این تحریک است این فرد یعنی فرد مناسب گفته نشده و خان سعید سجنا هم کس است که علاقه من به ادامه گفتگوهای سال با حکومت پاکستان است و در حال حاضر یعنی اختلافات ایجاد شده میان تحریک طالبان بر سر ای که یعنی رهبر تازه تحریک طالبان پاکستان کی می باشه در حال حاضر بحث ها ادامه داره و گفته شده که اختلافات هم میان از اونا ایجاد شده بله در مورد شخصیت خود حکیم محسود در میان تحریک طالبان پاکستان اگر صحبت کنیم کشته شدن حکیم محسود تا چی حد میتونه که صدمه وارد کنه بر تحریک طالبان پاکستان نه،, نه تنها که کشته شدن حکیم محسود یعنی روند گفتگوهای سال با حکومت پاکستان که به تازگی آغاز شده آغاز شده بود یعنی را بر هم زد در میان گروه های طالبان یعنی این تحریک طالبان یا اعضای تحریک طالبان هم هم یعنی اختلافات ایجاد شده چون حکیم الله محسود از سال 2009 زمانی که بایت الله محسود هم هم رهبر پیشین تحریک طالبان در حمله هواپیمای بی سرنشین ایالات متحده آمریکا کشته شد از سال 2009 به این طرف حکیم الله محسود تحریک طالبان پاکستان نیره رهبری میکرد و همواره بر انتقام گیری از ایالات متحده آمریکا تاکید میکرد و اف بی آی یا پلیس فدرال ایالات متحده آمریکا 5 میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود یا پاداش تعیین کرده بود تنها به اطلاعاتی که منجر به با بازداشت اکیمولا الله محسود شود و در حال حاضر هم ایالات متحده آمریکا اعلام کرده که اگر خبر کشته شدن حکیم الله محسود درست باشه دقیقا ای یک ضربه بزرگ به تحریک طالبان و یک دستاورد بزرگ به ایالات متحده امریکا که ایالات متحده امریکا آنچنانه که بر پیکار با حراسفگنی تاکید میکنه بر پیکار با حراسفگنی ای ادامه خواهد داد و حمله های ها و های بی سرنشین در توقفش هم ایالات متحده آمریکا تا به حال چیز نگفته اما انتقادها در داخل پاکستان نسبت و به افزایش حمله ها بیشتر شده و حتی نوازشریف شریف نخست وزیر پاکستان زمانی که یعنی پس از چندین سال با بارک اوباما اونا دیدار کردن در کاخ سفید خواستار از این شد که باید هر چه زودتر حمله های هواپیما های بسرنشین متحده آمریکا بر بخش های قبایلی پاکستان متوقف شود اما نه تنها که یالات متحده آمریکا به با این باور است که بخش های قبایلی پاکستان به پناهگاه امن هراس مبدل شده برخی از آگاهان سیاسی و, سی و نظامی به ای باور که پاکستان آنچنانه که یعنی شعار میتد در پیکار با حراس به با او شکل عمل نمی کنه و پاکستان در پیکار با حراس یا در مبارزه با حراس صادقانه عمل نمی کنه. از یک طرف در نشست های منطقی و جهانی یعنی داد از مبارزه با حراس میزنه می زنه و از طرف دیگه یعنی جنگجویان طالب و القایده را در بخشای قبایلیش یعنی بر از اونا پناهگاه و از اونا حمایت می بله بسیار تشکر آقای عزیزی از تحلیلی که در مورد را کردین از شما هم چنان تشکر بقیه روز شما خوش بیننده عزیز همکار ما ناصر عزیزی مسئول خبرهای خارجی شبکه جهانی تورو نیوز بود که در مورد کشته شدن حکیم الله محسود رهبر تحریک طالبان پاکستان با ما صحبت داشتن سپاسگزارم از امرویتان